رژیم صهیونیستی که طرحش این بود که ایران رو با هزار زخم کاری باید نابود کرد. گفت ما مستقیم نمیتونیم باش بجنگیم. اینجوری نیستش بریم یه شمشیری دشنه تو قلبش بزنیم ایران رو. هزار تا سوزن کوچیک میزنیم. هزار تا ضربه چاقو میزنیم. از هر کدوم چند قطره خون بره این بدن از پا میفته. مثلا عنوان استراتژیشون بود، راهبردشون. برام شروع کردن دیگه. رو اقتصاد ما تقریبا مسلط بودن و تا حد زیادی هستن، من معتقدم. تو مناکز تصمیم سازی ما متاسفانه تونستن نفوذ بکنن. تصمیمات عجق بجق و عجیب غریبی گرفته میشه تو کشور که پدر مردم رو در آورده. که این ایران رو ببین، ایران رو اگر خفش کنی بکشیش، اون بخواید جون بده یه کاری میکنه، یه دست و پای میزنه که ممکنه که حتما گرون تموم خواهد شد براش. میگن چیکار میکنیم؟ میگن ریز ریز خشکش میکنیم. مثلا نگاه بکنید الان این تو حوزه مثلا ارزی، این نیست که ببندن کامل، میبینید نگه میدارن یه خورده 2 میلیارد دلار 3 میلیارد دلار. شما فقط بدونید که من از آقای ساده نجات وزیر قبل پرسیدم، وزیر کشاورزی، میگفت ماهی 1 میلیارد دلار پول باید برداشت میشد از صندوق توسعه. 1 میلیارد دلار 50,000 میلیارد تومان باید برداشت میشد که فقط مواد اولیه در واقع غذای مرداری ها تامین بشه. چون این همش وارداتیه دیگه. یعنی مثلا شما میگی آقا 2 میلیارد دلار پول گرفتیم، داشت پول 2 ماه مرغاس. عجیبه دیگه. مرغ تو دنیا میدین که مثلا بخواید بخری همین را سرچ میتونی کنیم، مثلا کیلو 1 دلاره، درسته؟ برسه دست مصرف کننده میشه چقدر؟ 2 دلار. ارزون ترش هم گیر میاری، مثلا چند ماه مونده اکسپایر بشه 50 سنت هم گیر میاد. ما دیگه جهنم و ضرر، میخوای معامله جوش بخوره. 1 دلار دست مصرف کنم، ترکیه الان 2 دلار میرسه، درسته؟ 2 دلار میشه چند تومن؟ 100,000 تومن. الان مرغ چقدره؟ پس این همه دونه مرغ برای چی وارد کردی؟ یه جایی یه تصمیمات عجیب غریبی داره گرفته میشه. خب این از اقتصاد. همین مثلا ما رو کانالیزه کردن تو امارات دیگه. ما 95% ارزمون از امارات میاد. برای همون امارات هر غلطی میکنه همجا نگاش میکنیم دیگه. معیشت مردم بهش گره خورده. 60-65% کالامون از اونجا میاد. شروع کردن طراحی فرهنگی کردن، طراحی اجتماعی کردن، سیاسی، نظامی، امنیتی، نتن ظلم اینجوری کن، فلانجا رو چیکار کن، بمبگذاری تو خطوط نفت تو سیستان و بلوچستان، تو طرحهای توسعه‌ای که برای اون استان جمهوری اسلامی طراحی کرده بود برای اینکه فقر زدایی کنه انجام میدن. میدن ریلای قطار رو برم داشتن بمبگذاری میکردن. یه بابای بود اونجا اصلا اسمش ابو قطار بود. یعنی هر جایی که میتونستن هر کدوم یه چاقو. و امروز رژیم صهیونیستی خودش درگیر اوناست. میبینید با چطور میشه؟ یه جوری هم گیر کرده الان جنگو تموم کنه باخته. هرچی هم ادامه داره میده داره کوهی از نفرت جهانی علیه خودش تثبیت میکنه. کینه از اسرائیل داره رسوب میکنه ته قلبا. مثل آهک تک کتری میشه دیگه، نمیتونی بکنیش به این سادگی ها. داره رسوب میکنه. تو کشور اروپایی دارن میریزن تو خیابون، میدونن هزینه. شما فکر میکنید مثلا ایران می تظاهرات میکنید؟ 3 تا تظاهرات توی دانشگاهشون چند تا تظاهرات صورت گرفت، تک تک رؤسای دانشگاه رو کشوندن دادگاه. به نفع اسرائیل باشه کار ندارن ها، علیه اسرائیل باشه قانونی باید برخورد میکنن. یکی از این دوستان ما سیگه کشورهای خارجی اروپایی زندگی میکنه، گفت چند وقت پیش از پلیسش زنگ زدن که باید بیای یه سری توضیح. گفتم چیه؟ گفتم باید بیای اینجا نظرتو در مورد اسرائیل صراحتا بگی بنویسی امضا کنی. خب به شما چه ربطی تو اروپا؟ اینه. شما بدون سخته با این وجود اومدن دارن تظاهرات میکنن و یعنی هزینه داره. چه اتفاقی داره میفته؟ ببین گیر کردن. یعنی ادامه بدن به انتخاب بین بد و بدتره.